به نام خداوند رنگین کمان میریم برای ورزش کردن امروزه. هر روز باید ورزش بکنیم و هر روز باید مراقب باشیم، آب کافی بخوریم، هر روز به خودمون یه ساعتی رو، یه تایمی رو اجازه بدیم که فقط به خودمون فکر کنیم و به هیچ چیز دیگه فکر نکنیم. این هم بخشی هست از اینکه برای اینکه باید حفظ سلامتیمون رو بکنیم. بهتون گفتم همونطور که باید اندام‌های حرکتیمون رو انجام میدیم، باید حواس پنجگانمون هم تمرین کنیم. حس بینا، بویایی، بینایی، چشایی، شنوایی، حس لامسه، اینا رو تمرین کنیم. وقتی دارید کف دستتون رو اینطوری به هم میمالید، حس کنید این بند انگشت‌ها رو روی هم فشار بدید و حس کنید. یک، دو، سه، اینا رو حس کنید. وقتی در انگشتات رو سرش رو هم میذارید، این ناخوناتون رو حس کنید، حرکتشون بدید. در تمام مدت که دارید بدن رو گرم میکنید برای اینکه ورزشمون رو انجام بدید، این انگشتات رو که حرکت میدید، سعی کنید اینا رو به همدیگه اینطوری ماساژ بدید و حسشون کنید. سعی کنید وقتی که دارید ورزش میکنید، پاتون رو بذارید کف زمین، سعی کنید حواستون رو جمع کنید، بشنوید صدای حرکتها رو، بشنوید. وقتی انگشت رو به این صورت بیارید جلوی به گوشتون نزدیک کنید، ببینید کدوم گوشتون بیشتر میشه. سعی کنید بشنوید، تمرکز کنید برای شنیدن. وقتی نفس میکشید فقط نفس نکشید، سعی کنید بو هم بکشید. بو کشیدن خیلی مهمه و هرچی ما بهتر بتونیم تمرین کنیم بوهای اطرافمون رو حس کنیم، مثل این میمونه که داریم تمرین میکنیم برای ذهنمون. هرچی که ما چشاییمون، بویاییمون قوی تر باشه، حواسمون هم بیشتر جمعه. بعد در تمام مدتی که میخواییم بدن رو گرم کنیم و حرکت ها رو انجام میدید، سعی کنید دست رو بکشید، انگشتای دست رو بکشید، حواستون به انگشتای پاتون باشه. فشار باید کف پا باشه و روی زانو فشار نیاد. زانو در اصل یک اهرم حرکتی هست و این خیلی مهمه. بعد دست رو ببرید بالا. حالا دست رو که ببرم بالا، پامم میکشم به این صورت. بعد سعی میکنم این صدای بالا رفتن دستم و صدای حرکت لباسم و اینکه پامو میکشم، اینا رو باید حس کنم. وقتی دستو دارم میبرم بالا، شستو میکشم، انگشت اشاره رو کشیدم، میکشم میام بالا، شکمم هم میدم تو، کف لگن رو هم میبندم. این حرکت ها رو حتما سعی کنید درست انجام بدید. بعد دست رو ببرید پشت، میارید جلو، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، ببرید بالا، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، پهلو، یک، دو، سه، چهار، هفت، هشت، نه، ده. حالا بیارید پایین بشینید، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. بعد مجددا یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، نو، ده. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، نو، ده. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. یک، دو. شستو میذاری داخل، انگشتای دیگه بیرون، فشار به وزن تو رو کف پاتون،
بو بکشید، نفس که میکشید سعی کنید بو بکشید، سعی کنید که بشنوید حرکت هاتون رو، موتون حرکت میکنه، دستتون به لاله گوشتون میخوره، سعی کنید همه رو بشنوید. وقتی دست رو خم میکنید، پشت خم اینجوری نکنید، بکشید. این کمک میکنه قفسه سینه کشیده میشه، سینه ما کشیده میشه، کم تر سینه همون افتادگی بده میکنه یا به هر حال نمیزه بیشتر از این بیافتید. حالا یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. دوباره یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. حالا به پهلو، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. شد برای هر پاهن حرکت 12 بار انجام بدیم. بهتره که ما هر حرکتی رو حتما 20 بار انجام بدیم. بعد یک، دو، سه، یک، دو، سه. حالا وقتی دارم این حرکت رو انجام میدم، انگوش شست رو حتما میذارم داخل، انگوش دیگه به طرف بیرون. این کمک میکنه اگر قوزک پامم در اومده دیگه بیشتر از این در نیاد و یه خورده صاف و صوف‌تر بشه. و یک، دو، سه، و بعد یک، دو، سه. حالا دست رو ببرید بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. شکم میدید تو کف لگن رو هم میبندید. این خیلی مهمه که در تمام طول مدت ورزش حواسمون به همه اندامهای حرکتی بدنمون باشه. حس لامسه، شنوایی، چشایی، بینایی رو هم فراموش نمی کنید. خب، حالا جزء ورزش هایی که برای تعادل میخوام امروز انجام بدم به این صورته. یک، دو، سه، ساده از انجام میدیم. چهار، پنج، شش، هفت، هشت، دو، ده. حالا به طرف پشت انجام میدم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. این قشنگ سعی میکنم بذارم هم حرکت ماهیچه‌های بدنم به حالت دیگه تغییر میکنه، هم یه خورده دارم تمرین حفظ تعادل رو به صورت دیگه انجام میدم. دستتون رو بذارید پشت گردنتون. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. حالا دست بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. بکشید بدن، بکشید، بکشید، بکشید. خب، حالا باز هم دو کسا فایزی میشه که آمدید تو کف لگن رو ببندید به این صورت. یک، دو، سه، 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 یک، دو، سه. یعنی ما الان دو تا شیش تا انجام دادیم، یعنی شیش بار این دست رو بردم عقب و جلو، یک بار به این حالت تک تک و یک بار هم سه تا با هم. بعد حالا یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. انگشتا رو بکشید. هفت، هشت، نه، ده. وقت دست هم
میارم بالا زانو با زانو هم نگه میدارم، میام پای زانو رو رها میکنم، پس دارم ورزش زانو هم انجام میدم، کف پا انگشتای پا همه رو دارم ورزشش رو انجام میدم. کار دیگه که باید بکنید اینه که روی زمین دراز بکشید و روی زمین ورزش بکنید. وقتی که روی زمین هستید گفتم باید پشتمون کاملا روی زمین بخوابه. چند تا حرکت کوچیک با هم انجام میدیم. خب به این صورت دست رو بکشید بالا، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا دوتا با هم، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا دو تا دست بکشید دو طرف، انگشتر زمین انگشتر روی زمین فشار میدید. حالا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا بریم بالا، بار ببرید بالا، موزک بار بخرم بزنید، یک دو سه چهار پنج شش هشت نو ده، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده، یک دو سه چهار پنج شش هشت نو ده، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. انگشتای پا رو دست رو تو هم گره کنید، اجازه بدید پا بدن شما رو بکشه بیرون، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. این هم چند بار انجام بدید. بعد 20 دقیقه توی این حالت خودتون رو نگه دارید، انگشتای دستتون رو کاملا ماساژ بدید، هر کدوم از این انگشتا که دچار آرتروز هست رو بیشتر ماساژ بدید، خب صاف و صوفش کنید و بعد بکشید. هر انگشتتون رو وقت بذارید برای قشنگ توی مدت که ورزش میکنید فقط به خودمون فکر کنید، باشه؟ به بدنمون فکر کنید، ببینیم کجاش خسته است، کجا رو میگه ماساژ بده، چجوری ماساژ بده. بعد انگشت مچ دستمونه، بعد میگیم بالا، بعد میگم بعد 20 دقیقه پا رو به این صورت نگه دارید، بعد انگشتای پا رو ماساژ میدید، دونه دونه میکشید، شست پاتونه کنار ماه ناخون اینجا زود استخون کنارش میزنه بیرون، ماساژ بدید، یه خورده درد میگیره بعد خوبه، هر روز یه ذره ماساژ بدید تأثیرش رو میبینید. چون اگر که دست و پای ما کج و کرده بشه تعادلمون رو توی خیلی چیزا از دست میدید. بعد پاتونم بازی کنید، اون وقت از بعد از موزک پا شروع کنید ساق پا رو ماساژ دادن. توی این حالت پشت زانو رو خیلی ماساژ میدید، وقتی پشت زانو رو دارید اینطوری با هر انگشتتون ماساژ میدید دارید در اصل ورزش انگشتای دستتون رو میکنید، کف دست رو دارید قوی میکنید و این مهمه که این ماشیچه ها باید ورزیده بشن. ما از این دست و پامون خیلی کار میکشیم و حواسمون هم بهشون نیست. خب بعد 20 دقیقه اینطوری میمونیم، میتونید وقت همینطور که خوابیدیم صورتمون رو ماساژ بدید. البته میتونید قبل از برنامه دارم با پشت دست هم ماساژ بدید، قبل از اینکه پامون رو ماساژ بدید میتونید صورتتون رو ماساژ بدید، اینطوری خستگیش رو درک کنید و به اینجا فرصت بدید یه خورده خستگیش در بدید. وقتی خواست که توی ورزش کردن توی موقع به هیچی فکر نکنید جز خودتون، سعی کنید به چیزای خوب تصور کنید، به چیزای خوب فکر کنید. میگن که وصفون ایش نصفون ایش. خب وقتی میخواید بلنشید پشت زانو رو ماساژ میدید و به این صورت بلند میشه. حتما چند حرکت ورزشی برای حفظ تعادلمونم
انجام میدیم وقتی که یک بار در روز داریم ورزش میکنیم، همه اندام های حرکتی رو حرکت بدید، پاتون رو تا اونجا که میشه ببرید بالا و سعی کنید از این کشیدن بدنتون لذت ببرید، حس کنید که دارید بدن رو میکشید، پا رو میکشید، دست رو میکشید و خودتون رو نگه دارید به این صورت توی هر حالتی که میتونید و تعادلتون رو تمرین کنید. بعد از اینکه ورزش کردیم یادم باشه، یادتون باشه شرایط سختی رو داریم، راه سختیه، اما باید این راه رو با درایت، با آرامش و با همفکری و همبستگی پیش ببریم که کمتر از این خسته بشیم، فرسوده بشیم و تلفات بدیم. در فضای مجازی خانواده‌های داغدار رو بهشون فکر کنید، به کسایی که ندارن هم کمک کنید. در فضای مجازی به هیچ کس کمک مالی نکنید، چون الان کسایی که از شما کمک مالی میخوان همه و همه بدون استثنا، من با اطمینان خاطر بهتون میگم، همشون ارتش سایبری جمهوری اسلامی هستن. همدیگر رو دریابیم به امید آزادی، هر روز برای سلامتی ورزش اجباری.